بر اساس اطلاعات موجود، بیش از 80% از بیماران کووید 19 یا ویروس کرونا مبتلا به عفونت خفیف هستند و برخی از افراد اصلاً هیچ گونه علائم نشان نمی‌دهند. نزد برخی از افراد می‌تواند علائم خفیف مانند سرفه، تب و نفس تنگی ایجاد شود و علائم دیگر شامل خستگی و موارد همچون از بین رفتن حس بویایی و طعم می‌باشد. ولی جدیدترین مشکلی که ویروس کرونا ایجاد می کند، نمونیا یا سینه بغل است. اگر آسیب شدید ریه وجود داشته باشد، می تواند باعث سندروم حاد تنفسی یا ARDS شود. ARDS زمانی ایجاد می گردد که التهاب ریه بسیار شدید باشد و مایع در اطراف و در داخل ریه ها تجمع نماید. عفونت شدید می تواند باعث سپتیک شوک شود. و این حالت زمانی به وقوع می پیوندد که فشار خون به طرز چشمگیر سقوط کند و انساج دچار کمبود اکسیژن گردد. ARDS و شوک عامل اصلی مرگ میر در افراد مبتلا به ویروس کرونا است. قابل ذکر است حتی اشخاصی که از بیماری کووید 19 جان سالم بدر می برند به فیبروز ریوی که یک بیماری مزمن ریه می باشد و می تواند به شدت کیفیت زندگی یک فرد را متاثر بسازد دچار می شوند. زمانی که یک فرد آلوده به ویروس کرونا گردد، حدود 5 روز بعد علائم آن در بدن شخص را نما می گردد. به این دوره دوره خفا یا انکوبیشن گفته می شود. ویروس کرونا بر علاوه بیماری می تواند به سرعت گسترش یابد. آخرین تحقیقات نشان می دهد که بیشترین گسترش ویروس کرونا از طریق افرادی که در دوره خفا یا انکوبیشن قرار دارند، یعنی خودشان در معرض خطر زیادی نیستند، رخ می دهد. وقتی افرادی که مبتلا به ویروس کرونا هستند، سرفه یا حدثه می زنند، قطرات کوچک حاوی ویروس کرونا آزاد می شوند. این قطرات می توانند روی دهن، بینی یا چشم های اشخاص دیگر انتقال یافته و شخص دیگر را مبتلا بسازند. ویروس کرونا معمولا در فاصله های طولانی در هوا پخش نمی شوند، ولی می توانند تا 3 ساعت در هوا باقی بمانند. علاوه بر این ویروس کرونا می تواند بر روی سوتو دیرتر زنده بماند. در روی لاتکس و آلومینیوم تا 8 ساعت زنده می ماند. در روی کارتن های کاغذی 24 ساعت. روی میز، پلاستیک و فولاد تا حدود اکثراً 3 روز و الا 5 روز روی چوب و شیشه می تواند زنده بماند. اطمینان حاصل کنید که مرتباً گوشی، موبایل، کیبورد کامپیوتر، دستگیر دروازه و صندلی کمد را با دستمال مرطوب که حاوی الکل باشد تمیز و ضد عفونی نمایید.